دولت تاجیکستان با راه اندازی کارزاری خانه به خانه در استان ختلان به مقابله با پیوستن جوانان به گروه های افراطی مانند گروه سنی های تندروی داعش خراسان پرداخته است. این اقدام پس از افزایش نگرانی ها از جذب شهروندان تاجیک در صفوف این گروه ها به ویژه در حین کارگری در روسیه انجام می شود. هدف این کارزار آگاهی بخشی به خانواده ها درباره خطرات افراطی گرایی و تشویق جوانان به دوری از این گروه است. همکارم در گزارش خود به شرح این رخداد پرداخته که با هم می‌بینیم. دولت تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان در پی نگرانی‌های فزاینده از پیوستن جوانان این کشور به گروه‌های افراطی به ویژه گروه سنی‌های تندروی داعش خراسان کارزاری وسیع در استان ختلان و سایر مناطق راه‌اندازی کرده است. این کارزار با استخدام 1800 نفر برای آگاهی بخشی به مردم آغاز شده که در منازل به گفتگو درباره خطرات پیوستن به گروه‌های تبهکار می‌پردازند. تحقیقات نشان می‌دهد که بیشتر شهروندانی که در صفوف گروه سنی‌های تندروی داعش جنگیدند در حین کارگری در روسیه جذب این گروه شدند. در 3 سال اخیر برخی از شهروندان تاجیکستان در حملات تروریستی مرتبط با گروه سنی‌های تندروی داعش در کشورهای مختلف از جمله ایران و روسیه شرکت داشتند. این کارزار با هدف اطلاع رسانی به خانواده‌ها درباره خطرات افراط‌گرایی و جذب جوانان به گروه‌های تروریستی به ویژه در خارج از کشور انجام می‌شود. مقام های محلی همچنین نگران افزایش آمار جوانانی هستند که به گروه های افراطی پیوستند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که فقر و بیکاری در تاجیکستان به عنوان عوامل اصلی گسترش افراط‌گرایی عمل می کند و برای مقابله با این پدیده علاوه بر آگاهی بخشی نیاز به فراهم کردن فرصت های شغلی برای جوانان نیز احساس می شود. در این راستا دولت تاجیکستان تلاش دارد تا با افزایش آگاهی و حمایت‌های اجتماعی از پیوستن جوانان به گروه‌های تبهکار جلوگیری کند. مظاهر رئیس‌زاده پژوهشگر مطالعات منطقه آسیا از آنکارا پیرامون این گزارش مهمان ما هستند. سلام آقای رئیس‌زاده، چه دلایل اصلی باعث پیوستن جوانان تاجیک به گروه‌های افراطی مانند داعش می‌شود و به نظر شما چه اقدامات پیشگیرانه‌ای می‌تواند به جلوگیری از این پیوستن کمک کند؟ تشکر، با سلام و وقت بخیر خدمت شما همکاران و بیننده‌های شما. پیوستن جوانای تاجیک به گروه‌های افراطی مانند داعش دلایل پیچیده و جامعه‌ای داره که شامل عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی میشن. که من کوشش میکنم بسیار به طور خلاصه ای را برای شما بیان بکنم. خب اما قسمی که شما در گزارش ذکر کردین، تاجیکستان یکی از فقیرترین کشورهای آسیای مرکزی هست و بسیاری از جوانان تاجیکی با مشکلات اقتصادی روبرو هستن و اینا با وجود بیکاری و نبود فرصت‌های شغلی در تاجیکستان کوشش می‌کنن که به خارج از کشور از جمله در روسیه منتقل شون به خاطر کار، که در این محیط‌های کاری خارجی اینها در معرض تبلیغات افراط‌گرایانه قرار می‌گیره. مسئله دوم مسئله است که گروه‌های افراطی مانند داعش از شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات آنلاین استفاده می‌کنن برای جذب جوانان جدید. این تبلیغات اغلب به جوانان وعده‌های مالی، جایگاه‌های اجتماعی و معنوی را اینا میتن که ممکن است برای جوانان جذاب باشه. مسئله دیگر مسئله نبود آموزش در زمینه شناخت خطرات افراط‌گرایی و عدم دسترسی به اطلاعات کافی در مورد فعالیت‌های گروه‌ها نیز از یک دلایلی که جوانان در این پیوسته. مسئله دیگر مسئله ضعف نهادهای دولتی و نبود اعتماد به حکومت میتونه زمینه ساز ناامیدی جوانا و گرایش جوانا به گروه های مختلف مخالف دولت و حتی گروه های افراطی شود. خب این که برای مقابله از این مشکل دولت چی میتونه و چی باید بکنه، ما چند اقدام کلیدی را میتونم بگویم که میتونه در جلوگیری جوانا به پیوستن به گروه های افراطی موثر باشه. یک،
دولت و نهادهای آموزشی باید برنامه‌های گسترده ای را البته برای آگاهی بخشی در زمینه خطرات افراط‌گرایی و تقویت شناخت جوانان از تهدیدها ایجاد بکنه، که کمپین های خانه به خانه مانند آنچه که دولت تاجیکستان آغاز کرده گام موثرتر هست. مسئله دیگه، مسئله از بین بردن بیکاری است که هم مشکل است در تاجیکستان. البته ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جوانان میتونه که موثر باشه. خب مسئله دیگه، مسئله نظارت دقیق‌تر در فعالیت های تبلیغات گروه های افراطی در فضای مجازی و افزایش همکاری بین المللی در این زمینه میتونه به کاهش جذب جوانان از طریق اینترنت کمک بکنه، که دولت تاجیکستان بر اساس موقعیت فعلی که داره و از سمت جنوبی تهدید بیشتری از لحاظ افراطگرایی با افغانستان همسایه است، که این هم میتونه برای تاجیکستان یک مشکل باشه. از جانب دیگه با همکار ساختن نهادهای بین المللی میتونه با این مبارزه بکنه. مسئله دیگه، مسئله فراهم ساختن خدمات روانشناسی و مشاوره به جوانان در محیط های کاری خارج از کشور است. مثلا خود روسیه که در روسیه کار میکنن و حمایت از خانواده ها در شناسایی نشانه های افراطگرایی میتونه نقش مهمی داشته باشه. در کل میتونیم بگیم که پیشگیری از پیوستن جوانان به گروه های افراطی نیازمند همکاری میان دولت، مردم و همچنان نهادهای مدنی و جامعه بین المللی. بله، ممنونم. با تشکر از مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای آسیا از آنکارا، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.